در قسمت پیش به بررسی طول بسیار زیاد ماده ژنتیکی دی این ای در جسم هر یک از ما پرداختیم. در این قسمت با مطلبی عجبتر از آن روبرو خواهیم شد و مشاهده خواهیم کرد که چگونه این ماده ژنتیکی به گوشت و خون تبدیل می شود و تنها خود این مسئله دلیلی دیگر بر آفرینش خداوندی است که همه چیز را در بهترین صورت ممکن پدید آورده است فهم این مسئله چندان ساده نیست و ممکن است در آغاز موضوعی علمی و بیروح به نظر برسد اما بسیار هایی اهمیت است و از این روی توصیه میکنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید به با امید اینکه مفید واقع شود برای فهم این مسئله از مثالی ساده شروع کرد و سپس آن را بر جسمهای خود مطابقت خواهیم داد. خانه ای را تصور کن، به کمک مطالب درون هر یک از این کتاب ها شهری بزرگ بنا شود به این معنا که این شهر کاملاً رمزگذاری شده است و هر کتابی شامل بیان روش کار یکی از واحد‌های ساخت و ساز همچون آجر تا خاصوتون‌ها، پل‌ها، سازه‌های چوبی، قطعات سنگ مرمر و غیره است. و خارج کردن این کتاب ها ممنوع است. بدین خاطر کارمندانی در کتابخانه هستند که وظیفه آنها این است که کپی از کتاب را بنویسند و این کپی ها را کارگران خارج کتابخانه تحویل میدهند کارگران در خارج از این محیط کپی را می و بر اساس آنها وایت های ساختمانی را می سازند سپس کارگران دیگری می و هر قطعه را در جای خود قرار میدهند و به تدریج شهری بزرگ بنا می در کنار این کتابخانه کتابخانه دیگری نیز وجود دارد که کارکنان آن به کپی برداری از کتابهایی میپردازند که برخی از آنها در کتابخانه نخست وجود دارد. به برخی از کتاب نیز متفاوت از گروه اول است این نسخ های کوپی برای کاربرانی در خارج از محیط کتابخانه فرستاده می شود و آنان بدین واسطه ویت های ساختمانی را می سازند. سپس کارگران دیگری میآیند و این وایدها را در سر جای خود قرار می دهند در نتیجه شهر دیگری بنا میشود کشاورزهایی با شهر نخست دارد و از برخی جوانب نیز با آن متفاوت است و این گونه تعداد بسیاری از شهرهای مجاور هم شکل می گیرد و جهانی عظیم ایجاد می شود حال با استفاده از این مثال به شرح وقایی درون بدن میپردازیم جسم هر یک از ما این جهان مذکور است و شهرهای مجاور نیز سلولهای مختلف جسم تو همچون سلولهای استخوان، سلولهای ازلات سلولهای ترشه کننده انسولین و غیر هستند تمامی این سلولها شامل همان کتابخانه هستند یعنی همان کتابخو در آن وجود دارد کتابخانه به منزله هسته هر سلول است و مجموعه تمام کتابها ماده ژنتیکی دی این ای را تشکیل می‌دهد ماده ژنتیکی از سازه‌های کوچک با نام نوکلئوتید شکل گرفته است در ساختار دی این ای چهار نوکلئوتید مختلف وجود دارد و آدنین تیمین سیتوزین و گوانین خوانده شود. به عبارت دیگر زبان نوشتاری کتاب‌های موجود در هر کتابخانه از این چهار حرف تشکیل شده است این نوکلئوتیدها با اشکال گوناگونی نظم بیافتند. به صورتی که جن متفاوتی از این نحوه کنار هم قرار گرفتن ایجاد می شوند. درست همانند کتاب هر کتابخانه که از همدیگر جدا می باشند بنابراین هر جن بارد از تعداد زیادی نوکلئوتید که به طور معین نظم و ترتیب یافتند در بدن انسان حدود 20 هزار جن وجود دارد و هر جن به پروتینی معین ترجمه و تبدیل می شود درست مثل آن که معلومات هر کتابی به واحد ساختاری معین همانند آجر و قفسه و غیره تبدیل شود. مثلا یک جن به هرمون انسولین ترجمه می شود که قند خون را تنظیم می کند. جن دیگر به کلاژن ترجمه می شود که استخان و پوست را می سازد و همه این موارد از جمله پروتین هستند. بسیار خوب. چگونه یک جن به پروتین ترجمه یا تبدیل می شود؟ هر جن شبیه یک سری حروف خاناست و پروتین ذره حقیقی است که از مجموعه اسیدهای آمینه ساخته شده است. به عبارت این مجموعه اسیدهای آمینه متصل به همدیگر پروتین را شکل می دهند. حال باید رمز رمزگشایی چگونه صورت می گیرد و پروتین چگونه ساخته می شود؟ برای ترجمه و تبدیل هر جن تولر نیاز به یک سری آنزیم های ویژه دارد. آنزیم هایی که دو نوار ماده جنتیکی DNA ای را از همدیگر باز کنند و یکی از این دو نوار را بخوانند تا در نهایت نوار آر این ا ای متناسب با آن ساخته شود در واقع نوار آر همانند ا ای همانند نسخه ای است که کارکنان کتابخانه از کتاب نخست کپی برداری می کنند های مختلفی در هسته سلول وجود دارند و آن های ای ذرات چکشمانند را بر مبنای قالب اصلی نظم و ترتیب می بخشند. تمامی این فرایند نیز داخل هسته سلول انجام می پذیرد. درون محیط کتابخانه در مرحله بعد نسخه کپی برداری شده به خارج از هسته می رود و ریبوزوم از راه میرسد تا نسخه کوپی را بخوانند را بر اساس آن شکل دهد اینجاست که مؤمای تبدیل نسخه های کپی به پروتین مطرح میشود هر نسخه کپی از یک سری نوکلیوتید از حروف تشکیل شده است و هر پروتین از صداد اسید آمینه از ماده حقیقی شکل گرفته است با این اوصاف ریوزوم چگونه میتواند پروتینی را به واسطه خواندن نوار شکل گرفته از نوکلیوتید بسازد در اینجا باید به نقش ذرات اشاره کرد که هستند و تی ا ای نام دارند هر عامل یک اسید آمینه متفاوت را حمل میکند بنابر این ریبوزوم این حامل را بر حسب نوار کوپی مرتب می کند و اسیدهای آمینه را به طرف دیگر آن پیوند میدهد در نتیجه نواری دراز از اسیدهای آمینه تشکیل میشود سپس این نوار جدا شده و دستخوش تغییرات بسیاری قرار می گیرد و در نهایت پروتینی معین شکل میگیرد. بنابر این میگوییم که پروتئینی تولید شده در ماده ژنتیکی دی ان ای رمزگذاری شده است. یعنی داده های لازم برای ساخت آن در دی این ای با زبان خاصی امشطه شده است و با آنزیم های نیاز نیازمند که قادر به با رمزگشایی باشند، پروتین تشکیل می شود. ساختمان و شناسگرهای خاصی آنها را دریافت می کنند و به جای مناسب آن در سلول میبرند. همانطور که کارگران به ایجاد ساختمان در راههای مناسب شهر میپردازند، مثلا از اجتماع برخی پروتینها ها مسیرهایی برای عبور و مرور به درون سلول شکل میگیرد. های دیگری هستند که درون وازیکول‌های بزرگ ذخیره می‌شوند و برخی پروتئین‌های دیگر به نام پروتئین‌های ناقل آنها را از طریق مسیرهای مذکور انتقال می‌دهند. همه چیز به مکان مناسب خود هدایت می‌شود. پروردگار ما کسی است که هر چیز را وجود بخشیده است و سپس در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است راهنمودش کرده است. تمام این موارد هم از شبکه‌ای راهها، پروتئین‌های ناقل، آنزیم‌های درون هر سلول، ریبوزوم‌ها و غیره در کتاب‌های هر کتابخانه رمزگذاری شده است. هر آنچه که برای ساخت شهر سلول لازم است در کتابخانه یافت می‌شود. اما چه چیزی سبب می شود که سلول پوست متفاوت از سلول پانکراس باشد به این هردو دارای همان کتابخانه و همان کتابها هستند در واقع کارکنان کتابخانه در سلول پوست یک کپی از کتاب کالاژین یعنی ژن کلاژین استخراج می کنند که به پوست استحکام میبخشد در حالی که کارکنان کتابخانه در سلول پانکراس یک کپی از ژن انسولین را می سازند. بدن انسان دارای انواع بسیار زیادی سلول است و هر یک از آنها نیز وظایف خاص به خود را دارند بنابراین ماده جنتیکه دی ای, ای شامل حجم عظیمی از زادههای رمزگذاری شده است که شامل بیش از ۳ میلیارد 500 میلیون زوج نوکلوتید میباشد به عبارت دیگر بیش از 7 میلیارد نوکلیوتید یعنی اگر به برگه ای از سرح این ساختار کم مملو از های نوکلوتید ها است را به این شکل تصور نماییم در این صورت ما نیازمند حدود ۲ میلیون و 700 هزار برگه برای نوشتن DNA ای موجود در یک سلول خواهیم بود و اگر هر بسته شامل 500 برگه باشد ما به ۵۴۲۳ بسته نیاز داریم حال اگر این بسته را بر روی هم بگذاریم ارتقای آن به حدود 300 متر میرسد یعنی به اندازه ارتقای یک آسمان خراش و با, با این حال این ماده ژنتیکی دن ای تنها در یک سلود است وقتو آن رسیده است که از خود بپرسی چه کسی تمامی این چه گفتی ها را آفریده است الهات پاسخ میدهد هیچ ادم ادم ها را به وجود آورده و به شکل ژنهای منظم ترتیب داده است عدم این هوش معظیم از داده ها را نظم بخشیده است و آن را در درون هسته‌ای بسیار کوچک به صورت رمزگذاری شده چیدمان کرده است. ادم آنزیم‌های لازم برای کپی برداری از هر ژن را به وجود آورده است و سپس این ادم نسخه ای کپی را به خارج از هسته فرستاده است. همین ادم از کریپوزوم‌ها را به منظور بازگشایی کد‌های ژنتیک ایجاد کرده و با کمک حامل‌ها حروف چیدمان شده را به پروتئین مطلوب تبدیل نموده است. و نیز عدم است که پروتئین تولید شده را به جای مناسب خود در سلول میبرد عدم است که پروتئین منتقل و پروتئین منتقل کننده و مسیرهای انتقال را به وجود آورده است عدم است که تمامی اینها را پدید آورده و همه این نظم همانگی را به صورت تصادفی به وجود آورده است مبادا به پنداری که تمام اینها نیازمند وجود خالقی بزرگ دانا توانا و حکیم است که همه چیز را در کمال حکمت و استواری آفریده باشد بله این باور امروزی است عدم میلیاردها سال قبل تمامی این موارد را از هیچ میآفریند و به این نظام شگفتانگیز نظم میبخشد برادران و خواهرانم در حین آماده کردن های سفر یقین آنگاه که به نمونه های دال بر نظم در آفرینش رسیدم لرزه بر اندامم افتاد و زبانم از بسک و قلمم از حرکت استاد. چرا که عظمت الله متعال به اندازه ای در تمام زوایای این آفرینش نمودار است که محال است کسی کار کند که همه این نظم و عظمت میبایست خالقی داشته باشد اما من این مطالب را بیان کردم باشد که در پیشگاه پروردگارتان معذور باشم و شاید هم آنان به سوی حق برگردند و سلام علیکم و رحمت الله